در 10 کیلومتری جاده بهبهان بهواز مردمی که از اینجا تردد میکنند چند ماهی است که شاهد سربرآوردن سازی بزرگ از دل خاک هستند. ماهیانه حدود 2.7% در این پروژه پیشرفت فیزیکی گرفتیم. مگا پروژه عظیمی که با سرعت بسیار خوبی نسبت به استانداردهای جهانی در حال انجام است. اینجا نه تو مشاورش، نه تو پیمانکارش، نه تو نصب ماشینالاتش نیروی غیر ایرانی وجود نداره. باید پایین آید. چالش امروز مهندسان جوان بومی نصب سنگین ترین تجهیز پالایشگاه است. برجی با وزن 500 تن با دقتی فوق العاده بالا، وقتی فرمان دادن بیاد پایین هیچ کدوم از این پیچ مورا کوچکترین گیری نکرده. مهندس معتمد موسپید کردی صنعت نفت است. او با هوش و دانش و تجربه بالایش همه کارها را زیر نظر دارد. تنها کاری اگر که من دارم انجام میدم اینه که جوانها رو به کار میزنم، دوچرخه سواری یاد بگیرن، پشت زین من نگه میدارم. همین موقعی که دیدم دیگه کافی است و میتوانم دوچرخه رو هدایت کنم ولشون میکنم، نفر صنعتن، خودشون دیگه جلو میرن. وقتی که کامل دو تا مهره روی این تجهیز بسته شد، ما انشالله میگیم که دستگیر 750 تنمون استنگاش آزاد بکنه، وایرا رو آزاد بکنه. گازی که در این مشعل‌ها بدون استفاده می‌سوزد و محیط زیست را آلوده می‌کند، خوراک و ماده اولین پالایشگاه را شکل می‌دهد. خوراکی که با 570 کیلومتر لوله‌کشی از سه استان به بهبهان منتقل خواهد شد. این پروژه عظیم 3 میلیارد دلاری تا به امروز 58% پیشرفت داشته است. به تجاربی رسیدیم که فکر کنم پروژه‌هایی مثل این رو به راحتی پیمانکارهای ایرانی بتونن مدیریت بکنن، هندل کنن و خودشون اجرا کنن. پالایشگاه بید بلند خلیج فارس از سوزانده شدن روزانه 56 میلیمتر مکعب گاز جلوگیری میکند. 48 میلیمتر مکعب گاز شیرین به شبکه توزیع کشور تزریق خواهد کرد و خوراک 5 پتروشیمی را تأمین. عظمت کار مهندسان جوان ایرانی اینجا به منصه ظهور رسیده. 4200 نفر روزانه اینجا تلاش میکنن تا در سال 98 یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های گازی خاورمیانه اینجا به بهره برداری برسه.